جا داره تشکر کنیم از انجمن جومورفولوژی ایران که همیشه آقای دکتر یمانی و همکاران لطف داشتن، دانشگاه اصفهان و گروه جغرافیایی خانه اندیشمندان علوم انسانی که در کنار اینا بوده تا بتونه برنامه هایی رو برگزار کنه که مفید باشه و حالا یک همگرایی بین انجمن ها و دانشگاه ها و خود خانه به وجود بیاد و این برنامه ها به صورت گروهی برگزار بشه. و همچنین تشکر دیگه از آقای دکتر مهرجو و آقای دکتر تالیشی، مدیر گروه جغرافی خانه اندیشمندان علوم انسانی. در جلسات قبلی که 5 جلسه از بحث دیدگاه نظری در جئومورفولوژی شروع شده بود، آقای دکتر رامشت مطالب این حوزه مباحث فلسفی رو ارائه دادن و امروز 6 جلسه است که در خدمت این استاد بزرگوار هستیم. از آقای دکتر رامشت خواهش میکنیم یک مطالب کلی از جلسات قبلی ارائه بدن که دوستان حالا شاید بعضی از جلسات حضور نداشته باشن نبودن یک اطلاعی پیدا کنم و انشاءالله در خدمتتون باشیم از مباحث این جلسه استفاده کنم. آقای دکتر رامش در خدمت شما هست. بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت همه سروران گرامی عرض ارادت و سلام دارم و اگر ویدیوتون هم یک کمی صدا واسه من ضعیفه، نمیدونم واسه دوستان هم ضعیف هست یا نه، و اینکه ویدیوتون رو فعال کنید آقای دکتر. بله بله، متشکرم از همه دوستان عزیزی که هم شرکت میکنن و هم شرایطی رو فراهم کردن که ما بتونیم رو در رو با هم دیگه بحثایی رو در زمینه نظریه ها و پارادایم ها در ژئومورفولوژی خدمتشون داشته باشیم. از انجمن ژئومورفولوژی ایران هم که همیشه پشتیبان بحث های علمی بودن، ما تشکر و سپاسگزاری ویژه دارم. اگر که دوستان به خاطر داشته باشن و اجازه بدن، یک مختصر چند دقیقه ای راجع به آنچه که گذشت را ارائه کنیم. حقیقتش در جلسات قبلی بیشتر ما دنبال این بحث بودیم که دیدگاه نظری در ژئومورفولوژی به چه نفع هست و جلسه آینده اگر خداوند توفیق بده به سوال جناب آقای انصاری پاسخ خواهیم داد و اون که خب حالا این دیدگاه ها و این پارادایم ها چه تأثیری میتونه داشته باشه در دانش جغرافیا یا ژئومورفولوژی. توی این 5 جلسه ای که در خدمت شما بودیم ما یک بحث کلی رو داشتیم راجع به این که هر نظریه‌ای دارای یک عقبه پارادایمی هست و هر پارادایمی دارای یک عقبه دستگاه معرفت شناسی، و در واقع ما اگر که با یک اغماز بالایی طبقه بندی دستگاه معرفتی رو بپذیریم، ما همه کسانی که در حوزه اندیشه و فکر کاری میکنند میتونن در این 4 دستگاه قرار بگیرن. هر دستگاهی یه پیش‌فرض‌های خاصی داره که اون دستگاه رو از دستگاهی دیگه در واقع جدا میکنه و ما این 4 دستگاه را خصوصا علمی و سیستمیش را در ژئومورفولوژی به خوبی از قبل داشتیم و دستگاه تعبیریش هم اخیراً در واقع وارد هم جغرافیا و هم ژئومورفولوژی شده. ولی باید این نکته رو هم گفت که همیشه نظر این بوده که دیدگاه نظری از جغرافیای انسانی بیاد به جغرافیای طبیعی، ولی کن این قضیه معمولاً عکس شده و خصوصا در معرفت شناسی تعویلی ما میبینیم که از ژئومورفولوژی شروع میشه و وارد بحث‌های جغرافیایی میشه. یک شکل شماتیک باری را ترسیم شده که در واقع میتونه فضای ذهنی بیننده را هدایت کنه به این طرف که دستگاه معرفت شناسی میتونه تولید دیدگاه بکنه
و دیدگاه ها میتونن نظریه ها را در واقع شکل بدن. اگر که در جلسات گذشته ما یک بازنگری داشته باشیم، دیدیم که دستگاه معرفت شناسی علمی سه دیدگاه را برای ما به وجود آورده بود، یا سه پارادایم را به وجود آورده بود. پارادایم تکاملی بود، پارادایم تصادفی بود و پارادایم اکولوژیک. و باز در دستگاه فضایی یا سیستمی در واقع در جغرافیا ما سه پارادایم داشتیم، یک پارادایم ساختارگرایی، یک پارادایم چشماندازگرایی، یک پارادایم رفتار فضایی که بحثش را قبلا شد. ما امروز راجع به دستگاه معرفت شناسی تعویلی در ژئومورفولوژی و جغرافیا میخوایم صحبت کنیم و ببینیم که این پیش‌فرض‌هاش چی هست. پیش‌فرض‌های که اینجا بهش اشاره میشه پیش‌فرض‌هایی است که دقیقاً مال این دستگاه است و دستگاه دیگه در واقع این پیش‌فرض‌ها رو ندارن. ممکنه یه چیزایی باشه که همین دستگاه قبول داشته باشه و هم دستگاه‌های دیگه، ولیکن این چیزایی که الان اینجا شما روی تابلو میبینید در واقع پیش‌فرض‌هایی است که دستگاه‌های معرفت شناسی علمی، سیستمی و هرمنوتیک هیچ کدومشون ندارن و مختص معرفت شناسی تعویلی هست و به همین خاطر اصلا دستگاه معرفت شناسی تعویلی مجزا و استقلال پیدا میکنه از اون بقیه دستگاه. اگر یادتون باشه در دستگاه هرمنوتیک اصلا اعتقادی به وجود چیزی خارج از انسان وجود نداشتن. در دستگاه علمی میگفتن دنیایی که ما توش داریم زندگی میکنیم از فقط انرژی و ماده تشکیل شده. در دستگاه فضایی به غیر از انرژی و ماده به یه چیز دیگه ای هم اعتقاد داشتن که اصطلاحا بهش اینفورمیشن یا اطلاعات میگن. در دستگاه معرفت شناسی تعویلی یه عالم دیگه به این قضایا اضافه میشه که تحت اون عالم امر که بعد صحبت میکنیم عالم چه هست و چطوری ما میتونیم در واقع اون را تا حدودی بشناسیم. نکته دیگه که در دستگاه معرفت شناسی تعویلی روش تاکید میشه اینه که دانش را کشف نسبت بین پدیده ها میدونن. حالا ممکنه بگید که خب بقیه دستگاه ها چطوری نظرشون راجع به دانش چیه؟ در دستگاه علمی دانش را کشف ماهیت پدیده ها طلب میکنن. ماهیت پدیده ها با نسبت بین پدیده ها خیلی فرق میکنه و حالا بحث مفصلی داریم که انشاءالله بهش میپردازم. نکته دیگه ای که مختص معرفت شناسی تعویلی هست اینه که سندیت دکارتی را نمیپذیره، چون میدونید دوگانگی یا سنویت دکارتی که حاکم بر دستگاه معرفت شناسی علمی بود معتقد بود که پدیده ها یه چیز جدا و مستقلی هستن و انسان هم یه پدیده دیگه ای هست که اصطلاحا تحت عنوان شناسنده یا محقق ازش یاد میکنیم. و نه، در اینجا میگن اینطور نیست و شناخت از قانون سنویت تبعیت نمی کنه و در واقع هر محققی در واقع وجود خودش داخل اون پدیده میشه و شناختی که صورت میگیره یه چیز مشترکی هست بین اینها. نکته دیگه ای که باز مخصوص این دستگاه است اینه که عینیت های ملموس رو همونقدر اعتبار میدن که فراتر از عین هست. یعنی اگر شما در کلاس های لیسان شرکت کرده باشید دیدید که در جغرافیا روی مشاهده خیلی تأکید میکنن. اینا رو اصطلاحا بهشون میگن observationism، یعنی مشاهده رو رکن کارشون تلقی میکنن. وقتی میگه شما مشاهده یعنی پدیده ها رو از اونچه که میتونید ببینید ارزیابی میکنید و شاخص بندی میکنید. در اینجا میگن که هر پدیده‌ای که ظاهری داره، یه فرمی داره، یه جسمی داره، یه کالبدی داره و یه ویژگی‌های کالبدی داره، در واقع یه چیزای فراتر از این هم، این فراتر از اون چیزی که ما می‌بینیم در درونش هست که اونها رو هم باید کشف کرد.
و اعتبار این دو مقوله به اصطلاح به تساوی هست. اما نکته دیگه ای که خب یکی از مشکلات عمده فعلی ما در دانشگاه هست اینه که روش چند فرضیه ای را اعتبار می بخشن. می دونید ما وقتی پروپوزال تهیه می کنیم، پروپوزال های ما در واقع بر اساس دستگاه معرفت شناسی علمی تدارک شده و بعد شما فرضیه به اصطلاح ارائه می کنیم. در فرضیه شما نمی تونید بگید که همین فرضیه درسته هم غلطه، باید یا اثبات کنید که این فرضیه درسته یا اثبات کنید که این غلطه. یعنی فرض پوچ و صفر رو در واقع باید اینجا چکار کنید؟ اعمال کنید. در این معرفت شناسی اینطوری ارزیابی نمی کنن و میگن که یک پدیده ممکنه که فرض ما بتونیم چند تا فرضیه که ممکنه هست مخالف هم دیگه هم باشن در آن واحد راجع به یک فرضیه بگیم. یعنی اونجا فرض پوچ و فرض صفر و اینها دیگه اصلا مطرح نیست و این رو اصطلاحاً بهش میگن مالتی ورد به اصطلاح هایپوتزیس ورکینگ که حالا بعد بهش میپردازیم. بنابراین ما اگر خواسته باشیم بگیم که پیش فرض هایی که یک نفر در معرفت شناسی تعویلی باید بهش اعتقاد داشته باشه که بتونه با این دستگاه کار کنه، این پنج تا اصل هست که این پنج تا اصل جزء فروض اولیه یا پیش فرض های ذهنی محقق تلقی میشه. حالا با توجه به این قضایا دنیای ما یه تغییرات عمده‌ای پیدا میکنه. یعنی که ما یه پدیده داریم، یه پدیدار داریم. پدیده رو میتونیم بشناسیم، اگر پدیده رو شناختیم میگیم پدیده شناسی، و اگر پدیدار رو خواستیم بشناسیم وقت میشه پدیدار شناسی. که اینا با هم کاملا متفاوت است و یه بحث جدیدی راجع به پدیده‌ها ایجاد میشه. این نکته هم ضروریه که در ژئومورفولوژی راجع به پدیدار ما نظر هگل را مبنا قرار دادیم. چون وقتی شما صحبت از پدیدار میکنید تعابیر فلسفی نسبتاً پیچیده‌ای را میگن. آقای هگل یه تعریف به اصطلاح ساده‌تری داره، یا به تعبیری حالا من میگم ساده ممکنم اینطور نباشه، و ایشون میگه که نه، وقتی شما میگید فنومنولوژی یعنی پدیده شناسی، فنومن یعنی پدیده، لوژی هم که میذارید کنارش یعنی پدیده شناسی. اما شما برای اینکه پدیدار شناسی انجام بدید باید بگید نومنولوژی، و نومنا که میگید یعنی صحبت از یه روح پدیده میکنید، یعنی به غیر از جسمش به روح این پدیده هم در واقع توجه دارید. بنابراین ما اگر خواسته باشیم اصطلاح پدیدارشناسی درستی را بر اساس نظرات آقای هگل که خب میدونید فیلسوف مشهور آلمانی است به کار ببریم، واژه نومنولوژی بهتر میتونه این قضیه را برای ما روشن کنه. ممکنه بگید که خب حالا در پدیدارشناسی شما چه کار میکنید که در پدیدارشناسی نمیکنید یا عکسش؟ در اینجا یه ویژگی هایی را برای پدیده شناسی شمردن، یه ویژگی هایی را برای پدیدار شناسی، که اینا را اگر با هم مقایسه کنیم میبینیم که در پدیده شناسی تجارب آزمایشگاهی خیلی اهمیت پیدا میکنه. در پدیدار شناسی تجارب اجتماعی هم جزء تجارب بشری به حساب میاد. و معتقد هستن که ما تجربه‌ای که بشر پیدا می‌کنه فقط نمی‌تونیم منحصر بدونیم یا محدود بدیم به آزمایش. در پدیده شناسی شما به اصل دوگانگی دکارتی اعتقاد دارید، یعنی میگید که اگر ما یه پدیده‌ای رو خواستیم بشناسیم و مثلا 10 تا محقق همین پدیده رو بشناسن، اگر حوزه و قلمرو به اصطلاح شناخت شناسیشون یکی باشه، مثلا ما 10 تا ژئومورفولوژیست رو بیاریم یه کور رو بذاریم جلوشون و بگیم که شما اینو بشناسید، همه این 10 تا با یه روش کار میکنن و نتیجه که پیدا میکنن یکی است. چرا؟ به خاطر اینکه ما معتقدن پدیده جدا از انسانه و محقق فقط کار شناسایی رو انجام میده، خودش دخیل نیست در شناخت.
در صورت که در اینجا میگن اینطور نیست و در واقع دوگانگی دکارتی رو نمیپذیرن و میگن که هر آدمی ولو اینکه در یک رشته تخصص داشته باشه دارای پیش فرض های خاصیه، اگر در فرهنگ های مختلف باشه، اگر زبانشون متغیر باشه، اگر جامعه شناسی متفاوت داشته باشن، بنابراین اونا دوگانگی دکارتی رو در واقع رد میکنن. در پدیده شناسی ما بیشتر به داده های عینی توجه داریم و در پدیده شناسی داده های غیر عینی رو هم به اصطلاح بهش توجه خاص دارن. حالا ممکنه بگید که داده های فرا عینی چی هست؟ چی ما فراتر از داده میتونیم داشته باشیم؟ خب من اگر خواسته باشم مثالی رو بزنم، اگر من اعداد 1, 3, 5, 7, 9, 11 و مثلا 9 رو 11 مثلا 13 و امثال این رو بنویسم، اگر یک نفر ریاضیات ابتدایی داشته باشه تا اینا رو نگاه میکنه میگه این اعداد فرده، اما این اعداد فرد دارای یک مفهوم غیر عینی هم هستن، چون من الان میتونم ثابت کنم که 1 و 3 و 5 فردن. چرا؟ برای اینکه من میتونم بگم که اگر ما یه عدد به اینا اضافه کنیم میشه زوج. اما اگر یه نفر باشه که به قول معروف فرا عینیت این اعداد رو هم ببینه میگه که این اعداد اصم هم هستن. اصم یعنی چه؟ میگه یعنی فقط به خودشون تقسیم میشن و خب این پیدا نیست، این باید با یه فهمی در واقع این مفهوم غیر عینی را کشف کرد. یا مثلا اگر یکی خیلی ریاضیدان قوی باشه ممکنه بگه که اگر عدد سوم رو تقسیم بر عدد دوم کنید به اضافه مثلا عدد ششم کنید یه عددی در میاد و این کار را ما اگر ادامه بدیم برای همه عددها یکی در میاد. خب اینا چیزایی نیست که عینی باشن و بتونیم ما با مشاهده اونها را به دست بیاریم، بلکه اینا یه داده های فرا عینی هستن یا یه مفاهیم فرا عینی هستن که بر اساس دانش یا عمق دانش ما در واقع اینها اضافه میشن. چیز دیگه ای که هست اینه که در پدیده شناسی شما یا چیزی را یا یک فرضی را اثبات میکنید یا رد میکنید، در صورت که در اینجا این کار نمیکنید. و نکته بسیار مهمتر دیگه این که در پدیده شناسی شما برای شناسنده یا محقق فهم برای خودش قائل نیستید. میگید یه محقق داده ها رو بررسی میکنه، داده ها به او یه فهمی رو میدن. در اینجا عکس این حرف زده میشه و اینجا میگن که محقق یه چیزی رو میفهمه و برای اینکه این فهمش رو مستدل کنه اون وقت به داده ها چکار میکنه؟ متمسک میشه. پس بنابراین در اینجا فهم از داده ها گرفته میشه، در اینجا فهم به انسان نسبت داده میشه. به همین خاطر میگن که اینا فهم انسان بنیادن، یعنی فهم را در واقع به این قضیه به انسان نسبت میده. و یه نکته دیگه این که در اینجا شما نگاهتون سینوپتیکی هست و در اینجا به اصطلاح نگاه سینوپتیکی ندارید، رو مجرد دارید. سینوپتیکی یعنی این که همه پدیده رو با هم باید ببینید و بعد تحلیل کنید. در اینجا نه، پدیده ها رو جزء به جزء میکنن و در واقع هر جزئی برای خودش به تفکیک در واقع مورد ارزیابی و چیز قرار میگیره. خب اینا تفاوت هایی بود که ما میتونستیم بگیم که اگر یه نفر پدیده شناس باشه، یعنی در دستگاه علمی کار بکنه یا در دستگاه سیستمی کار بکنه، مبنای کارش قرار میگیره و اینا شاخص هایی بود که ما میتونستیم برای یک پدیده شناس در واقع. حالا این موضوع مطرح میشه که خب دستگاه معرفت شناسی تعبیلی چند تا پارادایم داره. همونطور که در دستگاه علمی شما 3 تا پارادایم داشتید،
در دستگاه سیستمی هم ما سه تا پارادایم داشتیم. در دستگاه معرفت شناسی تعویلی ما سه تا پارادایم داریم که اینها رو بیشتر ما در حوزه ژئومورفولوژی بهش پرداختیم و در واقع در اومده. البته دیدگاه پدیدارشناسی را دوستان جغرافیدان انسانی ما کار کردن، در خارج از کشورم خوب کار کردن، در ایران هم دوستان متعددی داریم که نسبت به دیدگاه پدیدارشناسی اشراف بسیار بسیار خوبی رو دارن. در دانشگاه خوارزمی تعدادی از اساتید یا محققان اونجا با این پدیده آشنا هستند، در دانشگاه مشهد باز همینطور، در دانشگاه سبزوار همینطور. در دانشگاه سبزوار آقای دکتر زنگنه که الان هم در خدمتشون هستیم دیدگاه پدیداری رو در ژئومورفولوژی تبیین کردن و یک مقاله ای رو به اصطلاح چاپ کردن برای اولین بار. و اگر شما در سایت های به پایگاه اطلاعاتی یه جستجوی انجام بدید ببینید که فقط نام ایشون هست که میاد و حتی در خارج از کشور هم هنوز دیدگاه پدیدارشناسی در حوزه ژئومورفولوژی کسی کاری چندان عمیقی انجام نداده. ولی که در جغرافی انسانی چرا کارهای متعددی شده، کارهای خوبی هم شده. در ایران هم همطور که خدمتتون عرض کردم در دانشگاه سیستان و بلوچستان آقای ابراهیم زاده نسبت به این قضایا به اصطلاح یک عطف توجهی دارند. در دانشگاه خوارزمی باز همینطور، در دانشگاه مختلف ایران به هر حال قضیه پدیدارشناسی در گروه های جغرافیا خصوصا جغرافیا انسانیشون یه چیز تعریف شده ای هست و میدونن، به اصطلاح آشنایی کافی دارن. آقای در جغرافیا انسانی در دانشگاه تهران باز ما افرادی داریم که تو این زمینه کارهای با ارزشی انجام دادن. این پارادایمه، یعنی اگر یکی خواست با تعویلی کار بکنه، یکی از پارادایم های مهمش دیدگاه پدیداریه که حالا بعد میگیم که چه نظریه هایی در این حوزه تا به حال ارائه شد. اما یه نگاه دیگه ای داریم تحت عنوان نسبت گرایی که این یک پارادایمی هست در حوزه تعویلی و کار بسیار بسیار جالبی هست. ضمن این که باید بگیم که تقریبا ایرانی ها تو این زمینه حرف اول رو میزنن. یکی از استادان دانشگاه سبزوار به نام دکتر مختاری اولین بار واژه ژئوآلومتری در واقع به کار گرفتن که من الان توضیحات مفصلی رو باید راجع به این قضیه بدم. ایشون در ژئومورفولوژی این پارادایم رو مطرح کرد و در یک حوزه ای هم مطرح کرد که قبلا هیچ کدوم از ژئومورفولوژیست ها توی این حوزه کار نکرده بودن. برای اینکه با این فکر ما آشنایی پیدا کنیم، من یه فیلم چند دقیقه ای را به آقای مهرجو دادم که حالا اگر برامون پخش بکنن خیلی خوبه. برای اینکه چون این فیلم انگلیسیه من یه توضیحات بسیار مختصری کوتاهی رو بدم قبلش که شما متوجه بشید. یه آقایی هست که برای شما مشخص میکنه که نسبت یعنی چه، بعد اعدادی رو مینویسه و بعد You know, in a previous math break, I actually told you about the Fibonacci numbers, which are my favorite numbers at all. In fact, I'll write them over there for you. 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13. And you can see the pattern is that you just take the two people that come before you and then add them up to get the next one. So in fact, I want to do is show you an experiment as to why I think these numbers are so great. Let me just give you an application. So if we have 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 1, 34, 5. Let me just do a little calculation here. Notice I keep getting busy. ممنون از لطفتون. من مستقیما اینجا پخش کنم، بله؟ نه، آقای مرجو فرمودن که دوباره آپلودش میکنن. خب.
خودت آقای دکتر مرجو پس میکنه دوستانی که اگر مشکلی در حالا اسکای روم هست برایشون یا صدای تصویر ندارن یه بار خارج بشن وارد بشن دوباره. In a previous math break, I actually told you about the Fibonacci numbers, which are my favorite numbers at all. In fact, I'll write them over there for you. 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13. And you can see the pattern is that you just take the... آیه که شما فیلمو ندارید؟ چرا من دارم. اگر من راه نمایی کنید که من... نه آیه دکتر مرجو تصویر هستید؟ نه نه. الان فیلمو تصویر نمیاد. تو سیستم من هست ولی چرا نمیبینم نمیدونم. حالا دوست من ای کرام بیدم گزینه ریتن گزینه فایل ها هست وبکم؟ نه نه بقیه گزینه ریتن گزینه یه فلش رو شد به ویندوز نشته فایل ها این میگه که این اتاق محدودیت سه ویدیو ها نداره. آها نه نه چجوری ما داریم خب بذارت آپلود کنیم باید که بتونیم پخش مستقیم که از سواب نمیدونیم یه چند لحظه آپلود سمانده نمیدیم در من ده بیست سمانده You can see the pattern is that you just take the two people that come before you and then add them up to get the next one. So in fact, what I'm going to do is show you an experiment as to why I think these numbers are so great. You can see the pattern is identification. So we have 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, and so on, 34, 55, 89, and they keep going. Let me just do a little calculation here. Notice they keep getting bigger and bigger and bigger and bigger. Now I'm going to do a calculation, and the calculation is going to be that I'm going to take two adjacent ones. Remember we saw those adjacent ones actually appear in the spirals of nature, whether they be in the sunflowers or in pineapples, or if you count a pine cone, you'll see 5 and 8. Well, let's take adjacent ones and divide one to the other. So in fact, let's take 8 and divide it by 5. Well, that's pretty easy to do, actually. You can do that in our head. That's just 1.6. So let's write that down, 1.6. So if we take 8 and divide it by 5, we get 1.6. How about if we take a 21 and divide it by 13, then we get 1.61 and a whole bunch of other stuff. So that was 21 divided by 13. We got 1.61 and some other stuff. Went on for a while. Let's jump right to the chase here. Let's just take 89 and divide it by 55. We got 1.618 stuff. And this is pretty neat, because do you see what's sort of interesting here? These numbers are getting larger and larger and larger and larger, and yet when I divide one into the previous one, the numbers aren't getting any larger. They seem to be actually heading somewhere, right? In fact, it seems like they actually have a limit, doesn't it? Seems like it's approaching 1.61 and so on. Well, it turns out this number is heading toward 1.6181, and it keeps going on and on forever. And in fact, this thing, and try it, take bigger and bigger Fibonacci numbers and divide one to the other and see you really start approaching this number. And there's a name for this number.
I like to think about it this way, but mathematicians have a fancy name for this. The mathematicians call this number 1 plus the square root of 5 all divided by 2. So if you want to see what number exactly these things are approaching, what the limit is, all you have to do is take a look at the square root of 5, add 1, and divide by 2, and you see 1.618033988, and it goes on forever and so on. That turns out to be 1 plus the square root of 5 over 2, and that has a fancy name. This is called the golden ratio. The golden ratio. And I'll let you in on a little secret, if you don't tell anyone. This is my favorite number. So this is my favorite number. My favorite number of all time. Isn't it amazing? I mean, everyone has a favorite number. It turns out that this represents the ratio of base to height of the most attractive and sexiest rectangle around. Think of a rectangle, you probably think of something like an index card. Very alluring, sort of the perfect rectangleness in a way. True. Anyway, if you take the base and divide it by height of the golden, of the most attractive rectangle, you get the golden ratio. So in fact, such rectangles are called golden rectangles. So a golden rectangle is nothing more than a rectangle that has the proportions. Put one down here, if I sort of sketch this out really fast. So a golden rectangle is a rectangle where if you take the base and divide it by the height, you get the golden number, 1 plus the square root of 5, all divided by 2, the golden number. And I thought I would just show you some examples. In fact, it's an open question in sort of the history of science, the history of humanity, the history of mathematics, whether the Greeks really knew about this attractive golden ratio and the golden rectangle, the aesthetically pleasing rectangle. However, if you look in some of their works, for example, here's the Parthenon, it turns out that you can nearly fit a perfect golden rectangle around there. Now you may be thinking, well, wait a minute, is that right there a golden rectangle, right there? Well, it turns out the answer is no, that is not a golden rectangle. By the way, this is a side shot, but if you looked head on, this is perfectly straight. That's not a golden rectangle. However, you know, this is not how this building looked when they built it. When they built it, this was like really fancy, I mean, high frills, and they let the whole thing go to pots, it's all in ruins now. But back, you pretend that roof was back in place. Okay, so you sort of connect these edges here, and you make the roof back there. Well, then, if you put the rectangle, and I'm going to try to draw this in perspective here, so it's not going to look like a perfect rectangle, but if you make the perspective rectangle, which goes right to the top of the roof, it turns out that nearly is a perfect, absolutely perfect, golden rectangle. Sure. Well, the surprising answer is yes. In fact, let me show you a fossil that actually I own and keep on my desk. This is a fossil of an old animal. In fact, this is actually, believe it or not, 12 million years old. It's even older than I am. And it turns out that if you do something interesting, if you sort of put a rectangle around here, so try to build a rectangle right around there. I'll try to do this for you right now live on the fly. I don't know how accurate I'm going to be here. I know I'm blocking your view here, by the way. See, I know. See, I know the camera's right there, I know. But I'm trying to draw this really accurately, so just give me a second. If you draw this reasonably accurately, and I don't know if I've captured this or not, I'm doing this on the fly. But it turns out that this is actually captured in a perfect golden rectangle. Absolutely amazing that nature actually captures this golden rectangle within these spiral things. It's this. It turns out that, again, if you fit in a rectangle in there, it will capture perfectly a golden rectangle. And I probably won't be able to draw this either, but you can try this. You can fit a perfectly golden rectangle in there. And here's a little bonus. The bonus is that if you look at these chambers and look at sort of distances between them, within here you can actually find examples of Fibonacci numbers. So the Fibonacci numbers and their quotients, those adjacent things that gave us the spiral counts before, turn out to play a really pretty, make a pretty appearance in nature and in aesthetics. So is there aesthetics to mathematics? Is there beauty in mathematics? Absolutely. And here are some real tangible physical examples in nature and within our own eye. See ya. Bye. You know, in a previous math break, I actually told you about the Fibonacci numbers, which are my favorite numbers at all. In fact, I'll write them over there for you. 1, 1, 2, 3, 5,
8, 13. And you can see the pattern is that you just take the two people that come before you and then add them up to get the next one. So in fact, I want to do is show you an experiment as to why I think these numbers are so great. Let me just give you an application. So if you have 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, and so on, 34, 55, 89, and they keep going. Let me just do a little calculation here. Notice they keep getting bigger and bigger and bigger and bigger. Now I'm going to do a calculation, and the calculation is going to be that I'm going to take two adjacent ones. Remember we saw those adjacent ones actually appear in the spirals of nature, whether they be in the sunflowers or in pineapples, or if you count a pine cone, you'll see 5 and 8. Well, let's take adjacent ones and divide one to the other. So in fact, let's take 8 and divide it by 5. Well, that's pretty easy to do, actually. You can do that in our head. That's just 1.6. So let's write that down, 1.6. So if we take 8 and divide it by 5, we get 1.6. How about if we take a 21 and divide it by 13, then we get 1.61 and a whole bunch of other stuff. So that was 21 divided by 13. We got 1.61 and some other stuff. Went on for a while. Let's jump right to the chase here. Let's just take 89 and divide it by 55. We got 1.618 stuff. And this is pretty neat, because do you see what's sort of interesting here? These numbers are getting larger and larger and larger and larger, and yet when I divide one into the previous one, the numbers aren't getting any larger. They seem to be actually heading somewhere, right? In fact, it seems like they actually have a limit, doesn't it? Seems like it's approaching 1.61 and so on. Well, it turns out this number is heading toward 1.6181, and it keeps going on and on forever. And in fact, this thing, and try it, take bigger and bigger Fibonacci numbers and divide one to the other and see you really start approaching this number. And there's a name for this number. I like to think about it this way, but mathematicians have a fancy name for this. The mathematicians call this number 1 plus the square root of 5, all divided by 2. So if you want to see what number exactly these things are approaching, what the limit is, all you have to do is take a look at the square root of 5, add 1, and divide by 2, and you see 1. I have a question, Ramesh. Do you have a question? Yes, I have a question. پس من این رو بزنم فیلم هم عملا تموم شده یه جور این تکرار بوده دو دقیقه مزدت طوری نیست الان شما بقیه اسلاید رو اگر لطف بفرمایید بله من الان باید که بتونم فیلم هم داری همون بغل اندیشمندان فعالش کنید مدیریت اسلاشی رو بذار این الان یه چیزی اینجاست که من نمیتونم اینجا به جاش کنم بذاری ببینیم که میشه بلوکش کنم خواب زبطه میکنم تو این اسلاید فکر کنم بودیم درسته؟ بله بله خب این آقای راجب نسبت و نسبیت در واقع صحبت کرد اگر یادتون من این رو بستم دوباره ممکنه بیارید بله الان میتونم که جا به جا کنید جا به جا کنید چون ما این صفحه رو اسلاید داره چون من الان نمیتونم دسترسی ندارم برای این کار بازم برید جلوتر اسلاید بعدی بله ما در اینجا برگردید خوبه ما نسبت گرایی رو که اینجا مطرح کردیم آقا این خود شده یه پارادایم و خانم مختاری که الان استاد دانشگاه سبزوار هستن در واقع این نسبت را به اصطلاح گسترشش دادن به این شکل که شما دیدید که این اعداد را یه اعداد خاصی بودن که اگر تقسیم بر عدد قبل می‌کردیم یه عدد در مد 1.6 خورده بعد ایشون اثبات کرد که این عدد را اصطلاحاً بهش میگیم عدد طلایی و بخش عمده از جهان هستی ما بر اساس این عدد به اصطلاح درست شده همونطور که دیدید یک گاستروپود رو نشون داد و اون معدن آتنا رو نشون داد و امثال هم
و گفت که آدم های قبلی هم میشناختن این عدد رو. این عدد یه مفهوم رو تجلی میده و اون مفهوم زیباییه. یعنی نقاشان بزرگ دنیا هم در واقع ابعاد تابلوهاشون رو بر این به اصطلاح رقم درست میکردن به خاطر اینکه تابلوشون زیبا بشه حداقل نسبت. اگر یه آدمی رو شما نگاه میکنید و میبینید که زیبا به نظر میاد، اگرچه ممکنه مثلا چشم و ابروی قشنگی نداشته باشه، دماغ قشنگی نداشته باشه، دست و پای قشنگی نداشته باشه، ولیکن در مجموع شما وقتی نگاهش میکنید یه خرسندی وجودی پیدا میکنید، معناش این هست که اجزایش این نسبت را رعایت کرده. حالا دکتر مختاری در واقع این مفهوم رو گسترشش داد در ژئومورفولوژی و گفت مفهوم تعادل در ژئومورفولوژی بر اساس یه نسبت به وجود میاد، که خب ایشون 40 تا در واقع حوزه آبریز انتخاب کرده بود و بعد میگفت که مثلا یک حوزه آبریز برای اینکه تعادل داشته باشه چه نسبت هایی بین این عناصرش باید وجود داشته باشه تا ما بتونیم بگیم که این در حال تعادل، و اگر از این نسبت خارج میشدن مثلا ناتعادلی بود. یه آقایی هم هست که ایشون همه دون احتمالا میشناسیدش، آقای بروکس. آقای بروکس یه تعبیر بسیار جالبی داره. ایشون انگلیسی هست، در کانادا زندگی میکنه و ایران هم اومده. راجع به ژئومورفولوژی ایران هم چندین مقاله بسیار بسیار مهم داره، خصوصا در ماهی داشت. بعد ایشون میگه که راجع به نسبت ها که صحبت میکنم، میگه که شما دوره های یخچالی و میان یخچالی دارید. میگم بله. میگه که خب یعنی چه این حرف؟ میگم که آب با یخ یه نسبتی دارن. مثلا در دوره یخچالی نسبت یخ به آب مثلا فرض فرمایید که 2:6 و در دوره بین یخچالی مثلا هست 1:7 مثلا. یعنی دوره های یخچالی و میان یخچالی بر حسب نسبتی که سطح یخ نسبت به سطح آب داره تعریف میکنه، و بعد میرسیم که بله من میتونم اقلیم کره زمین رو تغییر بدم و یه محاسباتی رو انجام میده و میگه این کار بسیار بسیار ساده ای است که ما بتونیم اقلیم کره زمین رو به کلی تغییر بدیم. بعد میگه که برای اینکه این کار رو بکنم شما یه پمپ به من بدید که من بتونم از تنگه گوریل در واقع آب رو پمپاش کنم در نیم کره شمالی، و نیم کره شمالی یخ منهای 15 رو اگر من بتونم به منهای 12 درجه برسونم کل اون یخ آب میشه و محاسباتش نشون میده. همین کار را برای دورهای گرم میکنه و میگه نقاله‌هایی که در اقیانوس‌ها هستن، من یه نقاله‌ای هست که در حوالی کانادا هست، اون نقاله رو اگر متوقفش بکنم این آب گرم که میره و به اصطلاح به شمال میره و برمیگرده و سبب میشه که تعادل ایجاد بشه، اون رو به هم میزنن و در واقع ایسلند و بخش عمده ای از اروپا و انگلیس و اینا همه میرن زیر یخ و محاسبات خیلی جالبی هم انجام میده. میخوام بگم که وقتی که پارادایم عوض میشه یه مسائلی که اصلا برای اقلیم شناسا قابل فهم نیست یا قابل درک نیست، یعنی ما نمیگن که ما هم چی کاری اصلا میتونیم بکنیم، اینجا به این شکل به وجود میاد. اما دیدگاه سومی که یا پارادایم سومی که در جغرافیای تعبیلی به وجود اومده و ایرانی ها هم در واقع مبدع اصلیش هستن، اینه که جغرافیا را تبدیل کردن به جغرافیا شناختی، نه جغرافیا. چون میدونید ما علممون جغرافیا شناسی نداریم، میگیم جغرافیا یعنی دانش جغرافیا، مثل زیست شناسی نیست که بگیم زیست شناسی و زیست شناختی، یا زبان شناسی نیست که بگیم زبان شناختی. ما یه چیز داریم کلاسیک به نام جغرافیا. حالا یه بحث پارادایمی جدید به وجود میاد که ما جغرافیا را تبدیلش میکنیم به جغرافیا شناختی. میگیم خب این به چه معنا و مفهوم هست؟ میگن ما بررسی میکنیم که چگونه سرزمین روی نوع اندیشه ساکنین در واقع تاثیرگذار هست، که خب حالا بحث مفصلی داره رو اینجا. و اگر که اسلاید بعدی رو شما نشون بدید آقای مرجو، ما کسی که اول این توی قسمت به اصطلاح نسبت گرایی را به دستگاه تعبیری آورد آقای جینبرگ. آقای جینبرگ خیلی قبل‌تر از در واقع
هرسل هست که در واقع آقایون فیلسوفا میگن که ایشون پدیدار شناسی رو به وجود آورده، ولی که ایشون در زمان دیویس زندگی میکرد و با دیویس هم هیچ وقت کلنجار نرفت، علی‌رغم اینکه همه میدونستن که ویژگی‌های فکری ایشون متفاوت هست با دیویس. البته شون شخصیت دانشگاهی هم نداشت، یک زمین شناسی بود که در اداره زمین شناسی آمریکا کار میکرد، ولی که به قدری بداعت‌های نظرش قوی بود که ایشون رو به عنوان دانشمند ژئومورفولوژی قبول داشتن. ایشون برای اینکه تفاوت فکری خودش رو با دیویس نشون بده چند تا اصطلاح را درست کرد خودش، یکی کانسیکوئنت، یکی آنتیسیدنت، یکی پلکسوس و یکی هم مالتی هایپوتزیس ورکینگ که قبلا راجع بهش صحبت کرد. حالا اگر اسلاید بعدی را نشون بدید، ببینید این شکلی است که آقای دیویس کشیده و بعد گفته که این رودخونه‌ای که از شیب عمومی زمین میکنه بهش بگیم کانسیکوئنت، و این رودخونه‌ای که به این شکل میاد پایین رو بهش بگیم آنتیسیدنت. حالا اگر برگردید به اسلاید قبلی جناب آقای مهرجو، ایشون آنتیسیدنت و کانسیکوئنت رو اصلا راجع به رودخانه به کار نمیبره، بلکه راجع به این به کار میبره که کانسیکوئنت یعنی نتیجه‌ای که محقق میگیره و آنتیسیدنت یعنی پیش زمینه‌های ذهنی و تخصصی یک محقق، و این دوتا یه رابطه‌ای با هم دارن که این رابطه را اصطلاحاً پلاکسوس به اصطلاح معرفی میکنه که به همون معنی سیستم میشه، یعنی روابط متقابل. و باز با به کار بردن مالتی هایپوتزیس ورکینگ دقیقاً میگه که من معتقد به اثبات یا رد یک فرضیه نیستم، بلکه توی کارام میتونیم چندین فرضیه که همشون ممکنه با هم مخالف باشن ولی درست باشن را میتونیم داشته باشیم. و در واقع باید بگیم که نسبت گرایی را که یکی از پارادایم های اصلی دستگاه تعبیری هست، نه آقای هرسل بلکه آقای گیلبرت ابداع کرد، و 20 سال پس از مرگ آقای گیلبرت آقای هرسل اصلا به دنیا اومد. بریم سراغ اسلاید بعدی، بازم بعدی. حالا این موضوع مهمه که ما بدونیم که چه نظریاتی در واقع در دستگاه تحویلی در حوزه ژئومورفولوژی و جغرافیا به وجود اومده. سه تا نظریه هست که اینها با رنگ به اصطلاح تیره تر مشخص شده. یکی چیدمان فضا هست که آقای هلیر در واقع بیان میکنه، یکی زبان منظر هست که اسپیرن در واقع این کار میکنه که ایشون استاد دانشگاه هاروارد هست، عکاس هست، به اصطلاح فضاشناس هست، آدم خیلی عجیب غریبیه. یک کتابی نوشته به نام زبان منظر و اولین بار هست که تفسیر گرایی را یا همون تعبیر گرایی را وارد در واقع جغرافیا و فضاشناسی کرده. یکم شناخت موقعیتی هست که اصطلاحاً کوگنیتیو سیچویشن بهش میگن و بیشتر در روانشناسی هست. اینا نظریاتی هستند که در حوزه معرفت شناسی تعبیری در جغرافیا و ژئومورفولوژی مطرح شده. نظریه هویت آینه‌ای، نظریه هویت مکانی، نظریه ژئوآلومتری همون خانم مختاری، نظریه اقلیم اختری و نظریه معنیداری زمین، اینها نظریه‌های جدیدی هستند که در حوزه معرفت شناسی تعبیری ارائه شده. اگر اسلاید بعدی را آقای مهرجو لطف بفرمان، در اینجا ما سعی کردیم برای اینکه تصویر بهتری در ذهن شما باشه معرفت شناسی تحویلی را اینجا داریم، پارادایم های تحویلی را این سه دیتا دیاد دیدگاه پدیداری داریم، دیدگاه نسبت گرایی را داریم و دیدگاه جغرافیا شناختی را داریم. در حوزه دیدگاه پدیداری سه نظریه مهم داریم در ژئومورفولوژی، یکی هویت آینه ای هست، یکی چیدمان فضا هست که مال هلیر هست، و یکم اقلیم اختری. این دوتا ایرانی هستن و این یکی در واقع انگلیسی. تو نسبت گرایی
کسی که ژئوآلومتری رو به کار برده همون خانم مختاری هست، البته یکی دو نفرم هستن در یخچال شناسی این موضوع رو کار کردن، ولی کن اونها آلومتری یخ رو میگن که خب بدونید آلومتری یه واژه‌ی به اصطلاح آریایی از زیست شناسی هست و ایشون ژئوآلومتری که به کار میره یعنی میخواد بگه که ما نسبت‌هایی در ژئومورفولوژی برامون مهم هستن که تعریف کننده یه مفهوم خاص باشن مثل تعادل، و در واقع ایشون این مفهوم رو آورده در ژئومورفولوژی و بیان کرد. در دیدگاه جغرافیا شناختی، در جغرافیا شناختی نظریه‌ای که داده شده یکیش هویت مکانی هست که باز ایرانی هست، دستگاه جغرافیایی که باز ایرانی هست، معنیداری زمین هست که باز ایرانی هست. در حوزه جغرافیا شناختی کشورهای دیگه هم کارهای خاصی رو کردن، ولی که هیچ کدومشون منجر به ایده پردازی نشده. اگر اسلاید آخر رو نشون بدید آقای مرجو، ما یه مقایسه ای کردیم بین دانشمندان ایرانی و دانشمندان به اصطلاح غیر ایرانی و دیدیم که در قضیه مربوط به دستگاه معرفت شناسی پدیداری و یا نسبتگرایی و یا ایران شناختی، جغرافیا شناختی چه تفاوتهایی وجود داره. خارجیان تو این زمینه‌ها که کار کردن بیشتر تکنیکال کار کردن، در صورتی که ایرانی‌ها بیشتر در حوزه‌های معرفتیش کار کردن. توی این خارجی‌ها هیچ کدومشون اشاره ندارن به مندرج شدن دوگانگی دکارتی و اصلا توجهی نمی‌کنن، حالا یا عمدی هست یا هرچی هست که به هر حال نگفتن، در صورتی که در اینجا مرتب این قضیه اشاره دارن. توی این بخش آقایون بیشتر مفاهیم روانشناسی را در واقع به آریه گرفتن، چون می‌دونید تو شناخت مطرح می‌شده و روانشناسی شناختش مثلا کار کرده، روانشناسا بیشتر روی شناخت کار کردن. حرف و نقلایی که جغرافی دانان زدن بیشتر تعابیری که روانشناسا به کار گرفتن، در صورتی که اینجا این کار نکردن و خودشون از مکان این مفاهیم رو در واقع فهم کردن و اوردن و در تجارب اجتماعی معرفی کردن. توی خارج از کشور محققان خارجی جغرافیا شناختی تو حوزه علوم بسیار جغرافیا انسانی کار شده و در جغرافیا طبیعی ما چیزی رو نداریم اصلا. در ایران عکس این حالته، یعنی جغرافیا شناسی از ژئومورفولوژی شروع شده و حالا از ژئومورفولوژی ممکنه که بره به سمت چی؟ جغرافیا انسانی. در اینجا طرز تلقی از انسان در دارقشناسی مهم تلقی نشده، مثلا صحبتی راجع میکنه درسته که در اینجا انسان را از انسان شناسی خیلی تفاوت دارن. در اینجا در خارج از کشور به پدیده بیرون از انسان و داده اطلاعات محقق و گزنشنا اشاره نشده، یعنی یه بحثی بود که ملا صدر مطرح میکرد و میگفت که داده ها را، پدیده ها به هر محققی نمیدن. مثلا فرض کنید شما اگه درخت دارید مطالبه کنید، درخت ممکنه به من یه داده هایی را بده به شما نده، یا یه دادایی رو به من بده اشتباه بده به شما درستش رو بده. این موضوع رو هم هیچ کدوم از اینا در واقع بیان نکردن محققین خارجی. توی محققین خارجی زبان جایگاه چندانی نداره، به غیر از خانم اسپیر که در واقع زبان منظر رو می نویسه، زبان شناسی یا زبان شناختی جایگاهی نداره، در صورتی که در مطالعاتی که محققان جوان ایرانی انجام دادن این زبان مرتبه بسیار بالایی داره. و نکته آخر این که دانش روانشناسی تابلوی تقلیدی محققان ژئومورفولوژی به صراحت جغرافی دان خارجی هست، در صورتی که در اینجا زمین و در واقع چشماندازهای جغرافیایی مبنای رفتار جغرافیایی را محسوب کردن و اصلا تحلیل رفتاری این قسمت با تحلیل رفتاری اینجا کاملا متفاوته. این رفتارها بیشتر به انسان متعلق میشه، در صورتی که در اینجا معتقدن که بسیاری از رفتارهای زمین جزء رفتارهای جغرافیایی محسوب میشه. اینها مطالبی بود که ما میتونستیم بسیار خلاصه
ارائه بکنیم که یک آشنایی زمینی در واقع برای دوستان ایجاد بشه. اگر که توفیقی باشه در جلسه آینده خواهیم گفت که تو این زمینه ها اگر ما کار بکنیم میتونیم مرزهای دانش را، دانش جغرافیا را به شدت افزایش بدیم. و این نکته ای که آقای دکتر یمانی نا بیشتر دنبالش بودن و اون این بود که جغرافیا را نباید تفکیک کرد، جغرافیای انسانی و طبیعی را یه طوری باید با هم آشتیشون داد و در واقع اینا با هم کار کنند. اگرچه این ایده بسیار مطلوبی است، ولیکن شدنش منوط به این هست که ما یه دیدگاه رو عوض کنیم، روش رو عوض کنیم. بعد من بحث خواهم کرد که دانشمندان متعددی این کار کردن و میگن که شما اگر در دستگاه علمی خصوصا در دستگاه پوزیتیویست کار بکنید، پوزیتیویست افتراق آفرینه، یعنی سبب میشه که جغرافیا و خانه جغرافیا مرتب تقسیم بشه و برای که اینها دوره جمع بشن و یک مجموعه را تشکیل بدن و یه دید سیناپتیکی پیدا کنید، یا بهتره بگیم که رابطه بین جغرافیای طبیعی و جغرافیای انسانی التیام پیدا بکنه، ما مجبور هستیم که به نظرات این آقایون دقتی داشته باشیم. و در واقع این آقایون معتقد هستن که تغییر در روش کار میتونه این همگرایی را ایجاد کنه. از اینکه وقت شریف همه شما گرفته شد بسیار عذرخواهی میکنم و انشاءالله که در آینده بتونیم در خدمتتون باشیم. ممنون آقای دکتر، تشکر از لطف شما. ببخشید من تصویر من میزنه محدودیت داره، مثل که دسترسی به 3 نفر آقای دکتر مرجو دادن و امکانش نیست من فعال کنم. ممنون آقای دکتر. دوستان عزیز اگر سوالی هست بفرمایید که آقای دکتر پاسخگو باشن، حالا چه به صورت صوتی یا تصویری از اساتید بزرگوار و دانشجوها، چه به صورت حالا نوشتاری که باشه، آقای دکتر در خدمت هستن و پاسخ میدن. آقای دکتر حالا تو دوستان سوال میکنید جان آقای دکتر انصاری، مشکلی به تصویر نداره، اختلال اینترنتی که امروز داریم، اگر میخواین که من یه دور دیگه خارج شید من دسترسی رو متعدد بدنم. نه مشکلی نیست آقای دکتر. باشه فرد زمان دارم که خانم دکتر قهرودی و آقای دکتر قهرودی هم داخل اتاق هستن، حالا اگر سوال داشتیم میتونم مطرح کنم. دسترسی داده شده خیلی ممنون علیت شما آقای دکتر. آقای کاکاوند ضمن خسته نباشید فرمودن وقتی که انسانی رو زیبا میبینیم، حتی اگر بینی زیبایی نداشته باشد یا چشم و ابروی زیبایی هم نداشته باشد، ولی چون نسبت اندامش را رعایت کرده و در بدنش نسبت ها رعایت شده ما زیبا میبینیم. آیا در ژئومورفولوژی همچین پدیده هایی نیز داریم که نسبت بینشون رعایت شده باشه و چشم انداز های زیبایی را ببینیم؟ کدام پدیده ها در علم ژئومورفولوژی نسبت را رعایت کردند؟ بله دقیقاً ما داریم و میدونید مفهوم زیبایی البته با ژئومورفولوژی یه مقدار قرابت کمتری داره، ولی که اون چیزی که ژئومورفولوژا بیشتر روش کار کردن نسبتایی هست که مفاهیم خاصی را به صلاح درست میکنه. فرض فرمایید من گفتم مثلا دوره میان یخچالی یخچالی رو با یه نسبت خاصی مشخص میکنه، یا تعادل در مثلا چشم اندازها یا تعادل در یک رودخانه را با یه نسبتی مشخص میکنه، یا بعضی از کارهای دیگه که بیشتر مفاهیم در ژئومورفولوژی مهم بودن و به همین خاطر به جای اینکه ما بریم روی شکل کار بکنیم و حالا بگیم حالا زیب و اونم روی قضیه زیباییش کار بکنیم، بیشتر اومدن روی چی کار کردن؟ بیشتر روی مفاهیم کار کردن. البته موضوعی که شما میگید یه آقای هستن به نام دورنکمپ و کوک، اینا یه کتابی داشتن تحت عنوان ژئومورفولوژی در مدیریت محیط، اونا یه بحثی تحت عنوان زیباشناسی محیط دارن و کارهای دقیقی هم انجام دادن، یعنی بر اساس همین چیزایی که شما فرمودید اومدن چشم اندازها رو ارزیابی کردن و یه رتبه زیبایی بهش دادن، گفتن مثلا اگر چشم انداز این نسبت ها رو داشته باشه زیبا به نظر میاد، و بر اساس همین زیبایی و این مقداری که بهش دادن ارزش گذاری معنوی برای چشم اندازها کردن و این قضیه دارای سابقه در ژئومورفولوژی هست. ممنون آقای دکتر. حالا اساتید بزرگوار هم اگر سوالی دارن بفرمایید.
آقای دکتر یه صحبتی داشتی در مورد بحث همین دیدگاه هرمونیتیک تحویلی توی علم جغرافیا. شما فرمودید، من یعنی درست متوجه نشدم منظورتون، این که از علم ژئومورفولوژی وارد جغرافیای انسان در کشورمون شده؟ دیدگاه تحویلی در جغرافیای طبیعی در ایران به شدت گسترش پیدا کرده و در واقع این دیدگاه ها را در واقع جغرافیدانان طبیعی مطرح کردن. البته جغرافیدانان انسانی هم کسانی بودن که با این قضایی ها تا یه حدود آشنا بودن، ولی که شما اگر نگاه کنید معمولا نظریه پردازی ها اینها تو جغرافیای انسانی مطرح بوده، حالا اینجا عکس شده، یعنی در دیدگاه علمی، دیدگاه به اصطلاح سیستمی، اینا بیشتر جغرافیدان انسانی بیشتر کارهای شاخصی کردن و در واقع بعد جغرافیدان طبیعی اومدن و در واقع این قضیه را گسترش دادن. توی این دیدگاه عکس این حالت اتفاق افتاد. درست، ممنون لطف شما. آقای دکتر، آقای دکتر قیومی محمدی ضمن خسته نباشید پرسشی داشتن که این که آیا کاری که در حوزه زاینده رود در پایان‌نامه بنده انجام شد در ارتباط با تفکیک فضاهای مورفوجنیک، پدوجنیک و مقاله‌ای که تهیه و منتشر شد با عنوان نگرش فضایی در مطالعات خاک و ژئومورفولوژی با موضوع چیدمان فضا که بر مبنای معرفت شناسی تعبیری اشاره فرمودید انطباق داره؟ بله، این بخش عمدهش ارتباط داره. ممنون از دکتر شما. بفرمایید آقای دکتر. خانم دکتر قوزدی و خانم مجیدی هم درخواست سوال شفاهی دارن. دسترسی داده شده. اگر موافقید اول خانم دکتر بفرمایید، بعد در خدمت خانم مجیدی باشیم. خانم دکتر قوزدی بفرمایید. بنده عرض سلام دارم خدمت آقای دکتر رامش و اساتید محترم دیگه که در جلسه حضور دارن. تشکر میکنم، بحث بسیار جالب و خوب بود. سوالی داشتم خدمتتون و این بحث نسبت گرایی بودش. روی بحث نسبت گرایی، خب مثال زیبایی رو زدین، درسته؟ یه مثال کار همکارمون رو هم راجع به تعادل مطرح کردید. یه موضوعی که همیشه توی ذهن منو مشغول میکنه اینه که خب حالا ما در حل مسائلی که مثلا فرض کنید در مخاطرات داریم چقدر این نظریات رو استفاده کنیم. مثلا در کاری که یه دانشجوی دکترای بنده انجام داد روی این بودیم که توی پلایه ها مخصوصا روی فرم های کوچیک این نسبت ها خیلی خوب خودشون رو نشون میدن، از این نسبت ها استفاده بکنیم برای اینی که نشون بدیم که احتمال داره که یعنی که پدیده های در حال رخ دادن هستش و احتمال داره که این سیستم رو حالا نه از حالت تعادل خارج بکنه، امکان داره که علامت یک رخداد یک پدیده مخاطره آمیز باشه. مثلا فرض کنید که در پلایا علامت این هستش که احتمال این که این پلایا حضور پیدا کنه در ریزگردها خیلی زیاده. راجب این میخواستم که توضیح بدی که آیا ما مثلا میتونیم فرض کنید که چنین تصوراتی رو داشته باشه یا افکارمون رو به این سمت ببریم، مطالعاتمون رو روی این سمت قرار بدیم. ممنونم. بله بله حتما. اتفاقا مثالی که شما زدید نشون میده که حالا خواسته یا ناخواسته ممکنه ما خیلی وقتا خیلی چیزا رو هم طبقه بندی مثلا فلسفی نکرده باشیم ولی کم بهش رسیده باشیم. قضیه که شما مطرح کردید که یه رخ دادی قرار رخ بده با یه نسبت، مثلا اگه از این نسبت زیادتر بشه، ولی کاملا درسته. و میدونید حالا این قضایات خیلی جدید هست و نیازمند این هست که به قول شما دوستان روی این قضایا حساس بشن و بعد شروع کنن به کار کردن و این کارشون منجر به تولید به اصطلاح مواد ژئومورفولوژی میشه یا قواعد ژئومورفولوژی میشه یا حتی نظریه هایی در ژئومورفولوژی میشه. اون چیزی که الان برای ما مهم هست اینه که اگر شما بر اساس نسبت ها کار کردید، یعنی با ماهیت کار ندارید. اگر با نسبت ها کار کردید همه نسبت ها برای شما مهم نیست. نسبت هایی برای شما مهم هست که یا به قول شما رخدادی را به وجود بیارن یا یه پدیده ای را به وجود بیارن
و یا یک مفهومی را به وجود بیارن. در مطالعات دوران چهارم خب میدونید ما چون آمارمون مثلا 100 سال آمار داریم، نه 200 سال آمار داریم، بیشتر که نداریم که، یعنی ما از عقبمون نمیتونیم کار کنیم. روش به اصطلاح نسبت گرایی که با نسبی گرایی هم خیلی فرق میکنه، چون دوستان اشتباه نکنن، نسبت گرایی با نسبی گرایی خیلی فرق میکنه، اصلا دو تا مقوله کاملا جداست. ما میتونیم که بسیاری از ویژگی ها و حالاتی که در گذشته بوده با همین نسبت ها به دست بیاریم. مثلا اینکه یک شهر اگر در زمان مثلا گذشته این مقدار بارش دریافت میکرد یا این منطقه این مقدار بارش دریافت میکرده و الان این مقدار دریافت میکنه، رابطه بین مثلا تبخیر و بارش رو بتونیم بسنجیم و بگیم که اگر یه همچین نسبتی پیدا بشه این نسبت نسبت بحرانیه. این مفهوم ما قبلا در ژئومورفولوژی ما داشتیم. آقای دکتر محمودی حجی هستن خدا سلامتشون بداره، این کتابی دارن تحت عنوان ژئومورفولوژی اقلیمی، توی اون به اصطلاح کتاب یه چیزی تحت عنوان آستانه ها رو مطرح کردن. آستانه ها یعنی همین نسبت، حالا به یه تعبیری که من میگم، مثلا ببینید تغییرات محیطی برای ما اصلا مهم نیستن برای ژئومورفولوژیست ها. من یه مثال بزنم، شما یه جنگلی دارید و میگید که آقا مثلا 1200 میلیمتر بارون میاد، اگر 200 میلیمترش کم کنید بازم جنگل هست، اگر 300 میلیمتر کم کنید بازم جنگل هست، مثلا میرسید تا 80 مثلا 800 میلیمتر، بعد 800 میلیمتر 50 میلیمتر کم میکنید، میگید 750 میلیمتر بارون بیشتر نیاد. اگر شما گفتید 50 میلیمتر، یعنی از 800 میلیمتر اومدید به 50 میلیمتر، کل فضای جنگل عوض میشه، مثلا میشه مرتع. این نسبت برای ما مهمه، ولی خیلی تغییرات مهمتری ممکن بود رخ بده، ولی که هویت جنگل حفظ میشد. این نسبت یعنی کاهش به 750 میلیمتر، یعنی از 800 که بیاد پایین تر حتی 50 میلیمتر تغییر بکنه، میتونه آستانه را چکار کنه؟ تغییر بده، آستانه یه بستر تغییر به وجود میاد. بنابراین ما این نسبت ها برای اون مهمه و یه بحثی رو در ژئومورفولوژی مطرح میکنه تحت این عنوان که اصلا تغییرات محیطی یه چیز روتیشی که انجام میشه و هیچ اهمیتی هم نداره. اون وقت اهمیت پیدا میکنه که اگر تغییر صورت گرفت و یه نسبتی یا مفهومی رو برای ما تعریف کنه که اون مثلا بیابانزایی باشه، مثلا فرسایش باشه، مثلا تعادل باشه، مثلا به قول شما ریزگردها باشه یا هر آستانه دیگه‌ای که شما تصور بکنید. اون مطلبی که شما گفتید کاملا درسته و شما دارید در واقع با همین تئوری دارید کار میکنید، با همین نظریه دارید کار میکنید. ممنون خانم دکتر قرودی و آقای دکتر. خواهش میکنم آقای دکتر مرجو، یک از اساتید دیگه هم من فرمودید که سوالی دارم. آقای دکتر قنواتی. آقای دکتر قنواتی سلام. آقای دکتر بزرگوار. آقای دکتر قنواتی بزرگوار در خدمت. سلام. سلام عرض کردم. صدای من میاد آقای دکتر؟ بله. سلام عرض کردم. آقای دکتر رامش سلام عرض کردم خدمت استاد عزیز و بزرگوار. استفاده کردیم و همیشه جلسات آقای دکتر رامش پربار هست. من به سهم خودم سپاسگزاری میکنم و برای ایشون آرزوی تندرستی و شادکامی دارم و انشالله همیشه همینطور مثل یک شمع بدرخشن و روشنایی ببخشن. خیلی خوب، واقعا جلسه خوبی بود. البته من متاسفانه یکم دیر رسیدم چند دقیقه، ولی واقعا استفاده کردم. افقهای جدیدی شما همیشه واقعا به روی دانشجویان جوان میگشایید، خیلی عالی هست و امیدواریم که قطعا، من امید دارم که در این زمین ها انشالله دانشجویان جوان کار بکنن، فعالیت بکنن و قطعا اینها به نتیجه میرسه. و سرکار خانم دکتر قرودی فرمودن، من فکر بکنم اون بحث تعادل که فرمودید، در واقع بحث تعادل یه بحث محوری هست برای جغرافیا و به ویژه ژئومورفولوژی. اصلا کل طبیعت در پی تعادل هست.
بنابراین اینها همه برمیگرده به همین موضوع و انشاءالله من فکر میکنم با کار کردن و ادامه تحقیق و پژوهش دانشجویان در این زمینه به نتایج خوبی خواهم رسید. من خواستم فقط سپاسگزاری کنم. سوال خاصی ندارم. سپاسگزار هست. تشکر. لطف کردید شما. ممنون از آقای دکتر خانواتی عزیز، استاد بزرگوار و استاد بنده. دوستان عزیز، کسی هست سوال داشته باشه با آقای دکتر مهرجو؟ چون من اینجا کاربری رو نمی‌بینم. ممنون از همه اساتید. سوالی فعلا ندارن، فقط تو کامنت ببخشید کتبی سوالاتی دارن. آره کتبی من سوالات الان می‌بینم. آقای دکتر رامشت عزیز، آقای دکتر اسدی از دانشگاه حکیم سبزواری فرمودن آیا میتوان ادعا نمود که در دستگاه تحویلی بعد چهارم پدیده‌های فضای جغرافیایی در کنار سه بعد دستگاه‌های معرفتی دیگر نیز مورد توجه قرار می‌گیرد؟ متوجه سوال ایشون نمیشم، اگر که توضیح بیشتری بفرمایید لطف کنید. حالا اگر امکانش هست شفاهی مطرح کنید سوالو. آیا اسدی دسترسی داده شده؟ اگر امکانش هست شفاهی مطرح کنید. بله بله، خیلی متشکر. ضمن تشکر فراوان از آقای دکتر رامش و همکاران ارجمند سایر دانشگاه ها که ورود فرمودن، عرض من این بود که ما میتونیم به پدیده‌های فرعینی اصطلاح بعد چهارم رو هم اطلاق کنیم یا خیر، که دستگاه تعویلی به عنوان دستگاه هستنگاری در مقابل برخی از دستگاه از جمله نیست انگاری متداول به بعد چهارم پدیده‌های فضای جغرافیایی هم مورد توجه در حقیقت توجه میکنه و این میشه وجه تمایز غالب بین این دستگاه با سایر دستگاه ها. بله اصطلاح جالبی بود شما به کار بردید، همین چیزی یاد گرفتم من، خیلی خوبه. اتفاق استدعا میکنم. بله صحبت متینی است، حالا ما عقلمون نرسته بود که به هر حال خواهش میکنم این اصطلاح رو به کار ببریم. میشه بر بعد چهارم هم گفت، چون یکی از ابعادی است که شما سه بعد بیشتر نمیبینیم معمولا و بعد چهارم و پنجم تا یازدهم را معمولا فهمی هست، یعنی بیشتر باید فهم کرد تا اینکه میشه با این دید. کاملا درست. خیلی متشکر، استفاده کردیم از این سوال. آرزوی توفیق داریم. اون از اساتید بزرگوار، یک از دوستان فرمودن آیا به نظر شما از نظر ملاحظه در مورد شخصی بودن شناخت آیا با آموزش جغرافیا از فرد به فرد تعارض پیدا نخواهد داشت، زیرا شعور قابلیت انتقال کمی خواهد داشت؟ بله، ولی این بحث ها تو آموزش جغرافیا اونم برای دبستان و دبیرستان اونها تعارض داره، نه تنها در اونجا بلکه الان در دانشگاه های ما هم تعارض داره. یعنی در واقع ببینید این قضایی ها یه قضایی هست که یک کسانی مثلا 400 سال پیش مطرح کردن، الان کوانتوم اثبات میکنه که بله یه همچی چیزی درست هست، ولی که حتی بیاد و در واقع جنبه های کاربردی پیدا کنه و بعد آموزشی پیدا کنه که ما بریم آموزش بدیم در واقع این قضایی ها را، اونم در سطح دبیرستان ها زمان میبره و ما باید که فارغ از جبه حاکم بر دانش جغرافیا عمل نکنیم. یعنی اینا چیزایی هست که در یه جلسات خاصی باید مطرح بشه و آرام آرام اینا انتقال پیدا بکنه. بله شما اگر این حرفا را بخواید در اونجا بزنید، معمولا باید که اون فیلمی رو که من بهتون نشوندم راجع به شوتر به اصطلاح ذرات بود اول نشون بدید و بعد تحلیل کنید که بله حالا این چیزی که امروز فیزیک کوانتوم میگه ده مثلا ملا صدرا 300-400 سال پیش گفته و بهش اذعان داشته. بله این تعارض وجود داره، بسیار وجود داره. ممنون آقای دکتر، ببخشید حالا چون زمان هم گذشته از برنامه‌ای که داشتیم، انشاءالله در هفته آینده به اون پرسش این که این حالا دیدگاهی که مطرح شد چه کمکی به علم جغرافیا میکنه انشاءالله پاسخ خواهید داد و ما هم استفاده خواهیم کرد.
باز هم مجدد تشکر میکنم از حضرت عالی، از همه اساتیدی که در برنامه بودن، از انجمن جغرافیا ایران، دانشگاه اصفهان، دانشگاه بزرگ اصفهان، گروه جغرافیا و اساتید محترمشون، همچنین از خانه اندیشمندان علوم انسانی، گروه جغرافیا، خانه اندیشمندان، آقای دکتر تاریشی و آقای دکتر مهرجو. بسیار سپاسگزارم که این امکانات فراهم میکنن که در خدمت اساتید باشیم و بتونیم از صحبتشون استفاده کنیم. آقای دکتر اگه مطلب پایانی هست بفرمایید که از دوستان دیگه مزاحم حضرت عالی هم نباشیم. از دوستان خداحافظی. صحبتی نیست، من تشکر میکنم همونطور که شما فرمودید، همه دوستانی که این شرایط رو فراهم میارن و واقعا منت میذارن بر ما که هم وقتشون رو به ما میدن، هم اجازه میدن که در واقع این صحبت ها گفته بشه. سپاسگزارم از همه. خدا نگهدار. خواهش میکنم. لطف دارید شما همیشه آقای دکتر. ما هم از شما و همه دوستان متشکریم. در پناه حق. شب همه دوستان بخیر. انشالله هر جا هستید سلامت باشید. یا عدید.